مسئولان در ریاست معارف جوزجان در مراسم گشایش این مدرسه میگویند در 20 سال گذشته مدارس دینی قلوردوهای مجاهدین امارت اسلامی بود که در آن تربیت، تقویه و تزکیه نفس می شدند. رئیس معارف جوزجان از گشایش درب مدارس دینی به ویژه مدارس دینی دخترانه در ولسوالی یاخچین ولایت استقبال کرده آن را کم سابقه می خواند و بر حمایت از مدارس دینی دخترانه و پسرانه تاکید می کند. مدارس جایی هست که همیش مثل یک کارخانه واقعی انسانسازی عمل نموده. مدارس جایی بوده که اطفال نازنین من را به حیث یک عالم، حافظ قرآن، مفسر قرآن و محدث واقعی به جامعه تقدیم کردند. شماری از علمای دینی در این مراسم تأسیس مدارس دینی دخترانه را در این ولسوالی یک گام مهم خوانده، خواهان ترویج این فرهنگ در مرکز و ولسوالی های این ولایت شدند. الحمدلله بون که الله انشالله به نصرت الهی پیروز شدند. جنگ اصغر تمام شد و حال ضرورت به جنگ اکبر است. تزکیه نفس مهمترین اصل است. باید مدارس دینی بیشتر ایجاد شود. مسئول مدرسه یقانی ولسوالی یاخچی جوزجان می گوید این مدرسه در گستره 3600 متر مربع زمین در یک طبقه به شکل پخته و اساسی در مدت دمای کاری ساخته شده است. به گفته مسئول مدرسه یقانیه، اعمار این مدرسه که بیش از 15 میلیون افغانی هزینه برداشته است، از سوی قاری فیض‌الله پهلوان، قمندان امنی جوزجان پرداخت شده است. این مدرسه را که ایجاد کردیم، هدف ما خدمت به مردم و آموزش دختران محروم از آموزش است که با فراگیری آموزه های دینی مصدر خدمت به جامعه می شوند. این گفته ها در حال ابراز می شود که در این اواخر باشندگان این ولایت علاقه مندان دست به تأسیس و ایجاد مدارس دینی در این ولایت زدند.